سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم. برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی جمعه 15 اردیبهشت. دوستان عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین و همچنین من قدرشناس تمام زحمات شما عزیزان کانال هستم که با بازدیدتون از این کانال بهش قدرت میدیم و باعث میشین که زنده بماند. با لایک های شما به الگوریتم یوتیوب کمک میکنه دوستان و اینکه منو خیلی خوشحال میکنه. همچنین بریم چه خبر هستن انرژی های شما عزیزان دل. و اولین انرژی که با هم دیگه نگاه میکنیم انرژی هیجانات هستش. هیجانات، در هیجانات شما چه خبر هستش؟ دوستان توجه کنین، یکی دو نفر بودن نوشته بودن وای بس کن اینقدر کارت قطب مؤنث و مذکر رو نریز. دوستان توجه کنین، من هیچ کس مجبور نمی کنم نگاه کنه. هر کس میل نداره بزنه جلو بره جلو، نگاه نکنه، اصلا فال نگاه نکنه. اینه که به هر حال برنامه این فال به این گونه هست، مراحل این گونه هستن. میل دارین نگاه میکنین، میل ندارین نگاه نمیکنین دوستان. یعنی به هیچ عنوان هیچ اجباری در نگاه کردن نیستش و من نیومدم شما رو به زور بذارم پای قطب مؤنث و یا قطب مذکر. خب دوست دارم که اونایی که دوست داریم بقیه فال دوست داریم بقیه فال نگاه کنیم، این قسمت رو نگاه نکنیم. به هر حال برنامه فال این گونه هستش. خب بریم ببینیم که چه خبر هستش در کارت ها. اولین کارتی رو که با هم دیگه نگاه میکنیم کارت هیجانات و حرف از انگیزه احساس میزنه و پر از احساس و انگیزه هست. حس شور و شوق دارم، در ابتدای مسئله هستم مسئله که بهم این به هر حال این جرقه درونی رو زده، این آتش روشن هست، پر از انرژی هستش و چه به به. بریم ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه عزیزان. از تاروت استفاده میکنم ببینیم تاروت بهتون چی میگه. اوکی، یه کارت افتاد. ببینید، یه چیزی در زندگی شما کم بوده، احساس کمبود میکردم در مسئله ای و الان دارم میبینم شروع اشتیاق اونو دارم که بیام خلاهایی که هستن رو پر کنم. خب خواب و رویای شما زیاد هستش، نمیخواین اشتباه کنین، میخواین بهترین انتخاب رو داشته باشین. پس با شور و اشتیاق میرم سرمو میذارم درون زندگیم ببینم کجا سوراخ سنبه داره که بتونم روشون کار کنم. خب ببینیم کارت های دیگر رو. نمیخواین یه سریاتون در سراب باشه، میخواین واقعیت رو ببینیم و فقط واقعیت رو ببینیم. اوکی، آفرین بر شما. ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. کارت بعدی بهمون چی میگه؟ دو تا کارت افتاد. کارت ببینید، کار کردن، ساخت و ساز هستش و اینجا دارم میبینم حرف از موفقیت براتون میزنم. ببینید عزیزان، انرژی که شما دارین شما رو داره به سمت یک ساخت و ساز داره میبره و به سمت یک موفقیت. دوستانی که در یک کاری هستین، در ابتدای یک مسئله هستین، پروژه هستین که احساس میکنین که اون امکانات لازم رو در اختیار ندارین و یا اینکه ترس از شکست رو دارین، بدونین که به سمت این موفقیت دارین حرکت میکنین. برای من جالب هست، همیشه گفتم که در این دسته کارت ها 60% کارت ها منفی هستن و این چند روزی که من ازشون استفاده میکنم کارت های مثبت زیاد میافتن و دو تا از بهترین کارت ها افتادن اینجا که حرف از موفقیت در آنچه که دست میزنم بهش. خب ببینیم کارت بعدی رو. اوجگیری شما رو اینجا دارم میبینم، بررسی میکنم، نگاه میکنم. حتی برای یک سری ها ممکن هست جا به جاهایی هایی رو داشته باشین، مسائل خوب نگاه میکنیم. ممکن هستش که یک پروژه خانوادگی باشه، ممکن هست یک پروژه شخصی باشه، مالی باشه، یا حتی یک پروژه‌ای که در اون احساس میکنین که قدرت ندارین، خلایی وجود داره روی اون، دارم با شور و اشتیاق کار میکنم. به اندازه کافی شاید مشاهدگر بودم، الان دیگه دست به عمل میزنم. خب کارت بعدی رو. خب
و اینجا دارم میبینم که حرف از تنبلی میزنه. بله یه سریاتون خیلی تا حالا تنبلی کردین توی این مسئله دوستان. اوکی کارهای دیگر رو توجه کنین دوستان، به خاطر که مسئله بوده که احساس میکردین که سخت دست تغییر تحول یک مسئله، توجه کنین یک سری اون هستن، خودم یکی از اونا هستم. همیشه میگن اول کار مشکل رو باید انجام بدیم، من همیشه کاری رو انجام میدم یا آخری اینم سن ندوست اول همه کاری رو میکنم که اون کاری رو که سخت‌تر آخر از همه انجام بدم، در حالی هستش که باید اولین کار رو که آدم انجام بده کار سخت رو انجام بده، بقیه دیگه آسون میشن. خب بنابراین من همیشه برمیگردم به اون استادای دانشگاهمون که همیشه به اون میگفتن که برای برنامه ریزی برای پروژه ها همیشه اولین کاری که میکنیم کاری که استراری و مهم هست، بعد میریم سراغ استراری، بعد میریم سراغ مهم، بعد میریم سراغ بقیه چیزها. اگر اینو سر لوحه زندگیمون بذاریم واقعا همه چیز درست میشه. استراری و مهم الان در زندگی شما چی هستش؟ برای یک سریاتون دارم میبینم که الان تصمیم گرفتیم با شور و اشتیاق برین توی شکم اون مسئله، برای اینکه به اندازه کافی من فکر میکنم که تنبل بازی در آوردیم. تنبل نرو، به سایه، سایه خودش میایه. یه وقتایی سایه نمیایه، باید خودمون بریم به سمت سایه و اینجا دارم میگم که نتیجه خوب خواهد بود، نتیجه به حاجت رسیدن و اون چیزی رو که مد نظرتون هست بهش خواهید رسید. بسیار بسیار عالی و زیبا و خیلی خوشم اومد. خب بریم ببینیم که کارتای دیگه در انرژی های شما چه خبر است. امشب از تاروت استفاده میکنم. ببینیم که استقامت شما رو دارم اینجا میرم. حالا استقامت در مورد چی؟ تو حالا یک مسئله بوده سراغش نمیرفتم، خودم در موردش میستادم، حالا تصمیم گرفتم برم سراغش. خب بریم ببینیم کارت های دیگه. آرکان ماژور اینجا دارم میبینم. ببینید شروع میکنم چیزی رو که خراب شده بوده در دامنه ای که شاید شما ازش قطع امید کرده بودین، دارین یه مسئله رو میسازین. برای یک سریات دارم میبینم که به دنبال دوستان یک مسکن، یک ملک هستن. خب این انرژی حداقل کارت ها بود که نشون میدادم. بریم ببینیم انرژی ها رو. حالا انرژی ساخت و ساز افتاده اینجا، مشاوره میگیرم، نصیحت میکنم، میخوام درست بسازم. در ابتدای یک مسئله هستم، مثل یک دانشجو، مثل کسی که داره مطالعه میکنه و اینجا هم دارم میبینم که واقعا الان شروع اشتیاق این رو دارم که کاری رو انجام بدم. ببین خودتون رو دارین رها میکنین، یه سریاتون فکراتون رو کردین در مورد مسئله دوستان، ببینین متوجه شدین که یک مسئله رو باید شروع کنین و درست بسازین. پس با هم مقام و با وسواس میرین سراغش و آفرین بهتون میگم. پشت کارت ها میگه که این مسئله شما رو به سمت یک مسئله، حالا یا ممکن هستش که یک تعادلی واقعا در زندگی خودتون به وجود بیاد، یک عدالتی در حق شما رعایت بشه دوستان، و یا اینکه به هر حال دارم میبینم که به سمت یک مسئله قانونی رسمی میرین که به نفع شما خواهد شد. بسیار عالی. و یک ورقه یک چیزی بریم ببینیم در ارتباط با مسائل احساسی چه خبر هست. اوکی در ارتباط با مسائل احساسی خب سه تا کارت افتاد. اوکی یه سری از شما دوستان عزیزان دارم میبینم این مسئله شما رو غافلگیر میکنه، این مسئله یه حرف از جدایی برای من میزنه، اینجا کارت خیانت هستش، یا واقعا یه سری از دوستان عزیز هستن که ببین درگیری دارم میبینم، واقعا در یک جدایی هستین، در تمام انرژی الان دارین با خودتون هم میکنین و اینجا دارم میبینم که واقعا سخت هست براتون. خب سخت هستش. حال من آنچنان خوب نیستش در ارتباط با مسائل احساسی، میترسم. اوکی بریم ببینیم که سیاتون هم واقعا خیانتی بهتون شده، مسئله اتفاق افتاده که این به هر حال برای شما سخت هستش.
در ارتباط با مسائل کاری دارم میبینم که یک سریاتون تعادلی بعد از یک دوره سکوت داره به وجود میاد. یه شاید یه سریاتون چند روزی هست که یا چند وقتی هستش که از نظر کاری همه چیز آرام بوده و الان دارم میبینم که فکر میکردم روی دامنه کاریم احتیاج به استراحت داشتم و الان مسائل بهتر شدن. انرژی اگر تحلیل انرژی داشتین دو مرتبه انرژی رو تجدید قوا کردین دوستان و اینجا دارم میبینم یه دوره سختی داره از پیش روی شما برداشته میشه. در ارتباط با مسائل مالی شما چه خبر هست؟ در ارتباط با مسائل مالی ببینید انتخابات شما اینجا دارم میبینم افتاده و دو تا دیگه سه تا چه کارت دیگه افتاد چه شد حراجی دیگه. باز هم سردرگمی شما انتخابی رو که باید انجام بدم نمیدونم چه کار کنم، میترسم از اینکه انتخابی که در دامنه مالی انجام بدم باعث ناراحتی ناخوشنودی من بشه، میترسم از اینکه در دامنه مالی خیانتی بهم بشه و اینجا دارم میدونم که یه نوستالژی بد گذشته رو داریم. یک مسئله که در گذشته مادی شما اتفاق افتاده بوده هنوز در سر شما هستش و دیگه نمیخوام در یک سراب باشم، میخوام بهترین انتخاب رو داشته باشم. ببین انتخاب با استراب و استرس، یک کارهایی رو میخوام انجام بدم نمیدونم چه کار کنم، گذشته من اینجور بوده. دیدین یه سری ها وقتی که راه میریم تمام این گذشته رو توی چمدون کردیم، روی کلمون گذاشتیم و باش حرکت میکنیم و دو تا وزنه به پامون وصله و به زور داریم راه میریم با این گذشته. خب ببین خیلی محتاطانه عمل میکنی، خیلی محتاط هستین و بریم ببینیم در ارتباط با مسائل اجتماعی به چه صورت. در ارتباط با مسائل اجتماعی درخششتون رو میبینم و اینجا دارم میبینم حالا برای یک سری ها ممکن هست واقعا حرکت افتاده، یک مسافرت داریم میرین، جای دیگه داریم میرین، جا به جایی مکانی دارین و یا ندارم میبینم که به هر حال درخشش میدونم چی میخوام در ارتباط با مسائل اجتماعیم و همچنین دارم میبینم آرامش، میخوام به یک آرامش برسم. اینجا میدرخشم، خب میدرخشم در چشم دیگران، موفقیت دارم. خب بریم ببینیم در ارتباط با چالش شما چه چیزی هست. چالش شما این هست دوستان ببینید در ارتباط با مسائل احساسی درست نگاه کنید، درست ببینید. ببینید چالش شما این هست که در ارتباط با مسئله ای که باعث ورود تعادل و هماهنگی در زندگیتون میشه باید با دقت عمل کنید و مو رو از ماس بکشین. خب باید زحمت بکشین، در واقع کارت زحمت هستش اینجا. اوکی و برای استقلال و همچنین برای پیشرفتتون هم. خب چه چیزی کمکتون میکنه؟ اوه دیگه قرار نشد این یکی یک کارتی برگشت اینجا و خیلی کارت ریخته بود، من یه دونه اینجا برداشتم. دوستانتون ممکن هست کمکتون کنن، شبکه اجتماعیتون کمک کنن، اینکه شما از دیگران با دیگران مشورت کنید و از دیگران شاید باید کمک بخواید و اینکه به چه سمتی میرید و به سمت ببین هر پیامی داره به سمتتون میاد دوستان، مسئله‌ای داره شتاب پیدا میکنه، مسئله‌ای که تا حالا شاید در یک استاندبای بود و الان دارم میبینم که حرکت میکنه. خب عزیزان دل من یک خلاصه از کارت‌ها رو بهتون میگم و بعد میرم سراغ کارت‌های دیگه. پس شور اشتیاقتون رو دیدیم در مسئله‌ای که شاید در اون تعللی وجود داشته و به هر حال مسئله رو انجام نمیدادم، حالا تصمیم گرفتم که بردارم نگاه کنم، بررسی کنم، خلأ‌ها رو ببینم و اینکه به سمت یک شروع ساخت و ساز انجام رساندن این کاری که در اون موفقیت دارین دارم میبینم میرین. در انرژی های شما این هستش که فکرمو کردم، میخوام بسازم، درست بسازم. ببین کارتی کسی افتاده که تحقیق میکنم، نگاه میکنم، چشمام رو باز کردم در مورد مسئله‌ای که شاید ببینید حالا برای یک سریاتون میخوام بسازم، درست بسازم، از یک مسئله سمی خودم رو رها میکنم. از یک حالا این مسئله سمی میتونه یک رابطه سمی باشه، میتونه هر چیزی که وسواس باشه بذارینش کنار، وگرنه برای یک سری دیگه دوستان دارم میبینم این هستش که میخوام بسازم، درست بسازم، از تجربیات دیگران استفاده میکنم، از تجربیات خودم استفاده میکنم، کار گروهی میکنم، فکر میکنم درست حسابی و با وسواس کاری را انجام میدم. الان در ابتدای یک مسئله هستن. ببینید کجا هستید؟ در دامنه احساسی خیلی مشکل دارم میبینم. برای یک سری از عزیزان این مربوط به عزیزانی هستش که یا در شرف یک جدایی هستن یا انرژی جدایی واقعا اینجا وجود داره که این زخم روحی خیانت رو در شما بیدار کرده. در ارتباط با مسائل کاری دوستان بعد از یک دوره یه حالا استراحت یا استاندبای دارم میبینم که تعادل داره به وجود میاد و اینکه دارم میبینم که اینجا هم
برحال حرف از انتخابات درست بعد از یک برحال دل شکسته و اینکه انرژی دارم اینجا میبینم کسی که سر به زانو هست، نمیخواین اشتباه کنید در ارتباط با مسائل مادی و در مورد مسائل اجتماعی هم حرکت و درخشش شما رو دارم میبینم دوستان و ممکن هست جا به جایی داشته باشین. آنچه که چالش شما هست این هست که تلاش کنید برای رسیدن به هماهنگی، چیزی که کمکتون میکنه دوستانتون هستن و یک خبر داره به سمتتون میاد یا شتاب مسائل در زندگیتون. خب دوستان با همدیگه ببینیم که چه خبر است در انرژی های زندگی احساسی شما، با اینکه دیدیم که همچین گل و بلبلی نبود برای یه سریا و بریم ببینیم چه خبر هست در... یکی این بله دوستان، در رابطه احساسی شما دوستان من دارم میبینم که هنوز شما انگیزه دارین و اینکه هنوز احساس هم این پشت رو میبینم وجود داره و میل به بیان آنچه که روی قلبتون هست در ارتباط با شخص مورد نظر شما. توجه کنید عزیزان، برای واقعا دارم میبینم اینجا برای یک سریا که رابطتون خوب هستش دارم میبینم که واقعا هم گرایش هستش و همین که شخصی میخواد صحبت کنه با شما، خب، و مسائلی رو بیان کنه، حقیقت‌هایی رو بهتون بگه. اوکی، بسیار خوب و عالی در ارتباط با این مسئله. برای عزیزانی که شما در یک حالتهای بدی هستین، جدایی هستین، ناراحت هستین، احساس میکنین بهتون خیانت شده و چیزی فرو ریخته در زندگیتون دوستان، اگر شما همه کار رو انجام دادین پس دیگه کاری وجود نداره انجام بدین. متاسفانه من همیشه میگم، حالا توی قسمت‌های قطب مؤنث و مذکر توضیح میدم که چه خبر هستش حالا توی حال و هوای شما دوستان عزیزان. من وقتی که از قطب مؤنث و قطب مذکر صحبت می کنم از جنس صحبت نمی کنم، نه آقا و نه خانم، خانم ها و آقایون. بد و بیراهایی که به سمت من میاد لطفا اونایی که ظرفیت و گنجایش دیدن فال ها رو در ارتباط با قطب مؤنث و مذکر ندارن نگاه نکنین. اوکی، هیچ کس رو من مجبور نکردم که بیاد و اینقدر بخوان فحاشی کنن نسبت به من. خب ببینیم چه خبر هستش. واقعا من نمیدونم چه از کی تا حالا همه ما آدمای خوب شدیم قطب مذکر پرست. خب قطب مذکر همون یانگ هست، قطب مؤنث همون یین هست و چیزی نیست که من بخوام اختراع کرده باشم، از اون عهد عتیق وجود داره و هنوز هم ادامه داره. خب بریم ببینیم چه خبر هست. اپ 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 قطب مؤنث که میخواد فک بزنه بنده خدا. یین عزیزمون، شما دوست عزیزی که نگاه میکنی با احساس هستین و معنوی، بریم ببینیم که چه خبر هست در انرژیاتون. اوکی، خیلی میخواد حرف بزنه. میگه که من صبور هستم و تا اون لحظه ای که امکان داره صبر میکنم و اینکه من به هر حال برای من زمان وجود نداره. خب اینم شد حضرت ایوب. میگه من بر روی در خودم کار میکنم، آرام و آرام باقی میمونم. بریم کارت بعدی. میگه که من میخوام یک قدم به سمت تو بیام و زندگیم رو دستم میگیرم. و از قطب مؤنثی هستش که واقعا دوستان زندگیش رو دستش گرفته. ببینید روی خودش رو کار میکنه، صبور هستش که به این آرامش برسه. حالا یک قدم به سمت تو میخوام بیام، منظور اینش این هستش که زمانش که برسه به اون آرامشی که برسم بعدش در ارتباط با زندگی احساسیم کارهایی رو میکنم. هنوز وقتش نرسیده، هنوز باید کارهایی رو انجام بدم. خب ببینید روی معنویات داره کار میکنه و واقعا آفرین. و حتی ممکن هست یک سریاتون دوستان قدمی در راه معنویات دارین بر میدارین و میخواین کارهایی رو انجام بدین. اوکی، بریم ببینیم عزیزان، قطب مذکر نه جنس مذکر، منظور آقایون نیستم و منظور آقایون نیستم. متاسفانه تعداد آقایون در اونها بیشتر هستش. افرادی که ببینین از اون دیکتاتور بالا بالا شروع میشه تا برسه به اون یه آدم معمولی و اینکه افرادی هستن که ارزش‌هاشون ارزش‌های پایین دنیوی هستش دوستان. اوکی، بریم ببینیم که چه خبر هست. در البته شاکرا ریشه مستحکمی دارن که من همیشه به قطب مؤنث میگم که باید شاکرا ریشه قوی داشته باشه. خب ببینیم که کاری که میگه، میگه که یه اتفاقی برای من افتاده و درد دارم و نمیدونم، پر از احساس‌های وحشتناک هستم. اوکی، خود کرده را تدبیر نیستش. به هر حال یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، بار سوم دیگه سر و کله تو شکستی ملخک.
خب اینجا میگه که شک و تردید دارم و اینکه و میترسم، باید کاری رو انجام بدم ولی میترسم و اینکه من هنوز به اندازه کافی به خودم اعتماد ندارم. خب ما هم به اعتماد نداریم. اوکی ببینیم کارت بعدی میگه که من حسود هستم و تحمل اینکه کسی بخواد دور و بر تو بیاد رو ندارم و من خشمگین و ناراحت هستم. اوکی اینم از این خشمگین و ناراحت بودنش واسه خودش. اوکی خب دوستان ناراحت هستش به خاطری که متوجه شده که قطب مذکر متوجه شده که با کارهای خودش خود کرده را تدبیر نیست و حالا تحمل یک سری از مسائل نداره و با همه این احوال که تحمل نداره باز هم برم نرم استخاره بزنم ببینم مامان جونم عمه جونم خاله جونم استخاره کسی بره برام یه جایی بزنه. اوکی خب ببینیم که دوستانی که در جدایی هستین شخص مورد نظر شما چه پیام براتون داره. خب یکی دوتا و اوه دیگه خیلی افتاد. یکی دیگه لطف کنیم برای من بره. خیلی افتاد دوستان. من این کارتا رو برمیدارم. این ستایی که برگشتن هم نگاه میکنیم با هم دیگه. میگه که من میخوام بیام به سمت تو و دیگه نمیخوام تو رو در انتظار بذارم، با هم آشتی کنیم. اگر بخوام چیز رو به زور انجام بدیم واقعا درست نیست، اشتباه هستش. منو همون جوری که هستم بپذیر. ببین دوستان توجه کنید، این برای یک سری از شما دوستان که در جدایی هستین شخص مورد نظر شما پس به فکر بازگشت هست، چون دو بار میگه من میخوام آشتی کنیم و اینکه من میخوام از خودم خبری بدم، به هر حال چی میگن اظهار وجود کنم چون دیگه نمیخوام تو اینقدر درد و زجر بکشی. خب ببینیم فرشتگان چه پیام براتون دارن. اوکی فرشتگان بهتون حرف از اعتماد میزنن، همه چیز درست حسابی هستش، درست پیش میره. ما فرشتگان با تو هستیم برای تغذیه تو و از تو محافظت میکنیم و تو رو شفا میدیم. اعتماد داشته باش در قدرت شفا دهنده عشق ما. ما تو رو دوست داریم بیشتر از آنچه که تو تصورش میکنی. خب بسیار عالی و خوب. و اما ببینیم دوستان اینکه کارت رو جمع کنیم و برو برقص، برو راه برو در کنار یک ساحل و اینکه من ازت خواهش میکنم که حرکت کنی. پس حرف از حرکت میزنن و تشویق به اینکه قدمی بردارین شاید در راستای مسئله. دوستان عزیزان اگر میتونین برقصین برقصین، اگر میتونین کنار ساحل راه برین و اینکه به هر حال عزیز از دست رفته که با شما صحبت میکنه شما رو در راهی که هستین تشویق میکنه و حرکت کنین و اینقدر خودتون رو در یک عزلت نذارین. عزیزان دل روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیزان من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار.